با نام خدا و با عرض سلام به خبرهای این ساعت طلوع به شبکه جهانی طلوع نیوز خوش آمدید. امروز چهارشنبه پنجم ماه حمل سال 1394 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 25 ماه مارچ سال 2015 میلادی. در آغاز سرخط چند خبر. توقف روند خروج سربازان آمریکایی از افغانستان تا سال 2016 میلادی. تصمیم گرفتم که شمار کنونی 9800 سربازمون را در افغانستان تا پایان سال روان میلادی همین گونه نگه داشته شود. حمله انتحاری در برابر حوزه دوم امنیتی شهر کابل. نگرانی شمار از نمایندگان از حضور جنگجویان داعش در نزدیک پایتخت. تمام تندروهای طالبانی علاقمند به این هستند که با تغییر بیعت به داعش بپیوندند و کسای حرکت های هم که تا حال در افغانستان صورت گرفته هم حرکت های آنچنانی هست. با فرار رئیس جمهوری یمن در نتیجه افزایش نارامی ها در این کشور. مشروع خبرها. آمریکا در جریان سال روان میلادی هیچ سرباز این کشور را از افغانستان بیرون نمی کند. باراک اوباما در دیدار با رهبران حکومت وحدت ملی در کاخ سفید اعلام کرد که افغانستان هنوز هم یک جای خطرناک است و سربازان آمریکایی با حضورشان در این کشور ادامه می دهند. در این حال رهبران حکومت وحدت ملی می گویند که با ادامه حضور نیروهای آمریکایی نیروهای امنیتی افغانستان در برابر تهدیدها به گونه بهتر بسیج خواهند شد. در این حال رئیس جمهور غنی فساد اداری را در افغانستان یک شرم ملی می داند و تعهد می‌سپارد که این پدیده را ریشه‌کن خواهد ساخت. باراک اوباما سرانجام به خواست‌ها درباره ادامه حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان پاسخ مثبت داد، در حالی که قرار بود نیمی از 9800 سرباز آمریکایی از افغانستان بیرون شوند. اما اوباما پس از رایزنی‌ها با رهبران حکومت وحدت ملی در کاخ سفید اعلام کرد که هیچ سرباز آمریکایی در جریان سال 2015 از افغانستان بیرون نخواهد شد. رئیس جمهور غنی گونه ای از انعطاف پذیری را در جدول زمانبندی بیرون شدن سربازانمان از افغانستان پیشنهاد کرده بود. من با جنرال کمبل در افغانستان و تیم امنیتی ملی هم در جریان سال روان رایزنی کردم و تصمیم گرفتم که شمار کنونی 9800 سربازمان را در افغانستان تا پایان سال روان میلادی همین گونه نگه داشته شود. اما برنامه بیرون شدن تمامی سربازان آمریکایی در پایان سال 2016 همچنان پا بر جاست. در حالی که با پایان نقش جنگی ناتو در افغانستان تلفات نیروهای خارجی به گونه چشمگیر کاهش یافتند، اما اوباما افغانستان را هنوز هم یک جای خطرناک می‌داند. افغانستان یک جای خطرناک است. همان گونه که ما سرگرم بیرون شدن بوده ایم، تلفات نیروهای من شتابان کاهش یافته است. در بیش از 90 روز گذشته هیچ سرباز آمریکایی در افغانستان کشته نشده است و دقیقاً علت آن این است که ما نقش جنگی نداشته ایم. رهبران حکومت وحدت ملی با استقبال از ادامه حضور نیروهای آمریکایی میگویند که این تصمیم نشان می‌دهد که کابل و واشنگتن منافع یکسان دارند. مأموریت آموزش، مشورت‌دهی و کمک یک بخش مهم از منافع جمعی و تلاش جمعی ما است. فاجعه 11 سپتامبر ما را یک جا ساخت. منافع یکسان اکنون ما را متحد می‌سازند. انعطاف پذیری در برنامه خروج از افغانستان زمینه را برای سرعت دادن اصلاحات و تجهیز و آموزش بهتر نیروهای افغان فراهم خواهد ساخت. بدون بالی دید و بازدیدهای فراوان در کاخ سفید، اشرف غنی و عبدالله در یک مهمانی رسمی به میزبانی جان کری حضور یافتند. در پایان این مهمانی آقای کری از روی کرد معقول رئیس جمهور غنی در گفتگو درباره مسائل ستایش کرد. من از پاسخگویی منطقی دکتر غنی در برابر تقریبا تمامی موضوعات که درباره آن گفتگو کردیم بسیار دلگرم شدم. وی بر بنیاد هیچ قانون و اصول نیاز نداشت تا قدرت را شریک و یک حکومت وحدت ملی بسازد، اما این کار را کرد زیرا باور داشت که به سود منافع افغانستان و پیشرفت این کشور است. رئیس جمهور غنی نیز تعهد می سپارد که فساد را از افغانستان ریشه‌کن خواهد کرد. ما در میان فاسدترین کشورهای کره زمین هستیم و این یک شرم ملی است و ما این را تحمل نخواهیم کرد. ما بر این شرم ملی غلبه خواهیم کرد به شیوهی که ما بر سختی های دیگر غلبه کرده ایم.
رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرای پیش از دیدار از کاخ سفید با گورستان ملی آرلینگتون ویرجینیا رفتند و با گذاشتن کلیل گل به پای آرامگاه سرباز گمنام یاد آنان را گرامی داشتند. همین حالا همکارم لطف‌الله نجفی‌زاده از امریکا با خود داریم که درباره سفر رهبران حکومت وحدت ملی به امریکا گزارش می‌دهد. آقای نجفی‌زاده سلام. روند خروج سربازان امریکا از افغانستان متوقف شد. این تصمیم تا چی اندازه برای افغانستان با اهمیت است؟ سلام آقای زکی، شب شما و بیننده بخیر. دیشب رئیس جمهور اوباما تصمیم گرفت که روند خروج تا پایان سال 2015 میلادی متوقف باشه، یعنی 9800 سرباز امریکایی در ولایات افغانستان مستقر باشند. بر افغانستان دو معنا داره. یکی است که در فصل جنگی پیش رو نیروهای افغان کمک بیشتری از نیروهای امریکایی دارد. دو، دولت افغانستان از این فرصت باید استفاده کنه تا با طالبان صلح کنه، یعنی روند مصالحه تا پایان سال 2015 میلادی به یک نتیجه برسه و از فرصت حضور نیروهای آمریکایی در درون افغانستان استفاده شود تا در هم در میدان جنگ دست بلندی داشته باشیم و هم بتانیم از این عنوان یک ابزار سیاسی در گفتگوهای صلح استفاده شود. اما آنچه مهم است این است که در تا اکنون تقسیم اوقات اصلی یعنی پایان سال 2016 پابرجاست. نیروهای آمریکایی قرار است تا بالاتر از 18 ماه دیگه افغانستان را ترک کنند و محدود شوند به حد سفارت آمریکا در کابل که در او تغییراتی نامده. اما در پایان امسال جان کری میاد به کابل با وزیر خارجه آقای ربانی ملاقات دارند. اولین ملاقات وزرای خارجه قسمی که در پیمان امنیتی گفته شده صورت میگیره و وضعیت ارزیابی میشه. اگر وضعیت مناسب باشه این روند خروج سال آینده به گونه سریع پیش میره. اگر وضعیت مناسب نباشه به امکان بحث بیشتر در رابطه به حضور نیروهای خارجی در افغانستان وجود داره. به اصطلاح بر حکومت وحدت ملی دولت امریکا امسال فرصت داده تا هم از نگاه اقتصادی و هم از نگاه نظامی و هم در عرصه صلح بتونه پیشرفتهایی داشته باشه و ارزیابی نهایی در پایان سال صورت میگیره. آقای نجفی‌زاده، قرار است امشب رئیس جمهور غنی در کنگرس آمریکا سخنرانی کند. در این باره معلومات شما چی است؟ سخنرانی بسیار مهمه. قرار است تا 1.5-2 ساعت دیگه صورت بگیره در اینجا در کنگرس آمریکا. این یک سخنرانی بسیار حیاتی برای رئیس جمهور غنی و برای افغانستان است. سال یک یا دو بار همچون فرصت برای سران کشورهای بیرونی اتفاق میفته تا بیاین در مجمع عمومی هر دو اتاق مجلس نمایندگان و سنای امریکا سخنرانی کنند و تمام اعضای مجلس و سنای امریکا در این سخنرانی حضور می داشته باشند که این سخنرانی را به گونه زنده ما پخش می کنیم تا ساعت 7:30 به وقت کابل. و رئیس جمهور غنی میخواهد یک بار دیگه به مردم امریکا از طریق کانگرس امریکا ابراز تشکری کنه به خاطر قربانیایی که امریکا داده و خواهان ادامه این کمک ها شود. قسمی که شما میدونید کانگرس امریکا حرف نهایی را در رابطه با تمام مصارف دولت امریکا و مصارف جنگی امریکا داره. بنابراین یک فرصت بسیار طلایی است که رئیس جمهور غنی بتانه هم در اینجا کمک بیشتر کانگرس جلب کنه و هم بتانه از هان عمر در امریکا تغییر بده. بله آقای نجفی‌زاده، شما که رهبران حکومت وحدت ملی را در این سفر هم روی می کردید، در کل ارزیابی تان از این سفر چی است؟ خب بر مردم امریکا گپ کلا نیست که رئیس جمهور کرزی شخص متفاوت تر بود. رئیس جمهور غنی یک روی کرد متفاوت داره. آغاز تازه هست، بحث فصل تازه مطرح هست. رئیس جمهور غنی رفت دیروز به آرامگاه قربانیای جنگ افغانستان و از مردم امریکا سپاسگزاری کرد، کاری که مردم امریکا در 5 سال اخیر بیشتر نمیشنیدن. بنابراین این تانسته به یک نحو فضا را تغییر بده، اما نمیشه که از امی کارت همیشه استفاده کرد.
سال آینده سال متفاوتری است. دولت وحدت ملی یک فرصت 6 ماهه تا 9 ماهه‌ای دارد که در بخش اصلاحات تغییرات بنیادی بیارن، در قسمت سیاست خارجیش، مصالحه، در میدان جنگ تغییرات بسیار جدی را بیارن. چیزایی که دیروز رئیس جمهور غنی در پرس کانفرانسش با اوباما تعهد کرد تا بتانه این کمک ها واقعا دوام پیدا کنه. اما برای فعلا یک فصل تازه ایجاد شده، یک آغاز نو است. امریکایی را با عنوان یک آغاز نو بهش میبینه، تعهد خود را بهش تاکید کرده. جهان سپاس آقای نجفی زاد از شما. ادامه این خبرها. در یک امری انتحاری است امروز در برابر حوزه دوم پلیس شهر کابل 6 تن جان باختند و بیشتر از 31 تن دیگر زخم برداشتند. مقام ها میگویند که انتحار کننده یک موتر پر از مواد منفجره را در یکی از پر رفت آمدترین جاده ها منفجر ساخت. مسئولان شفاخانه های شهر کابل میگویند که در میان زخمیان این رویداد زنان و کودکان نیز دیده می شوند. این حمله در جای رخ داده است که نزدیک به آن چندین وزارت مهم و ریاست جمهوری موقعیت دارد. 15 کشته بود و 5 زخمی که دولت جان دادن بودن و در پیش حوزه دو و موتر انتحاری هم یک کرولا بود کاملا از بین رفته. همین حالا همکارم راتب نوری از محل رویداد گزارش میدهد. آقای نوری سلام، تازه ترین جزئیات چی است از این رویداد آقای نوری؟ مهربانی، عمله انتحاری در یک منطقه بسیار پر جمعیت شهر کابل صورت گرفته که در این بخش تقریبا چندین نهاد دولتی از جمله وزارت دفاع، حوزه دوم امنیتی پلیس، اداره امور، وزارت مالیه و در چند قدمیش وزارت عدلیه و همچنان یکی از درهای ورودی ریاست جمهوری است و حمله انتحاری دقیقا در جاده قرار گرفته که از پیش حوزه امنیتی پلیس عبور میکنه به طرف فروشگاه میره و در این حمله انتحاری فرمانده پلیس کابل گفتن که تا هنوز 31 تن زخمی است و 6 تن کشته که در بین زخمی ها 4 زن و 3 کودک است و اینا انتقال داده شده به شفاخانه و فرمانده پلیس از احتمال افزایش تعداد کشته شدگان سخن گفتند، چون اوضاع بهداشتی برخی از زخمی ها وخیم گفته شده و همین علت گفتند که احتمال میره که تعداد کشته شدگان از این هم بیشتر افزایش بیابه. هدف انتحار کننده چی بوده؟ مشخص شده تال؟ نیروهای پلیس، فرمانده پلیس کابل و اینا تاکید داشتند که در این بخش که حمله انتحاری صورت گرفته به هیچ صورتش نظامی ها حضور نداشته و تنها هدف حمله کننده انتحاری غیر نظامی ها بوده و در این حمله انتحاری هم در حدود 12 موتر غیر نظامی تخریب شده که تلفاتی هم که بر جا گذاشته شده بر بنیاد گفته های فرمانده پلیس در میان این تلفات هیچ فرد نظامی دیده نمیشه، همیشان غیر نظامی ها، زنا و کودک ها هستند. جان سپاس آقای نوری از شما. ادامه خبرها لحظات بعد تقدیمتان می شود. با طلوع به شبکه جهانی طلوع نیوز باشید. ادامه خبرها از طلوع به شبکه جهانی طلوع نیوز. آواز گام های جنگجویان داعش اکنون در پشت دروازه های شهر کابل شنیده می شوند. شمار از نمایندگان مجلس با اشاره به کشته شدن 13 تن در ولسوالی سید آباد بردک می گویند که این رویداد نشان دهنده فعالیت داعش در نزدیکی کابل است. این نمایندگان هشدار می دهند که اگر این تهدیدها جدی گرفته نشوند، این فعالیت ها نامنی ها را در کشور گسترش خواهند داد. در این حال رئیس مجلس نمایندگان و وزیر امور داخله، سرپرست وزارت دفاع ملی و نیز رئیس امنیت ملی هشدار می دهند که اگر این تهدیدها را نادیده بگیرند، استیضاح خواهند شد. صالحه صادق گزارش می دهد. نشست روز چهار شنبه مجلس نمایندگان با ابراز نگرانی های جدی اعضای این مجلس از نامنی های اخیر در شمار از بخش های کشور آغاز شد. رئیس مجلس نمایندگان به نهادهای امنیتی هشدار می دهد که باید جلو نامنی ها را بگیرند. این حادثه که دیروز در شهرهای میدان ورده غزنی شد، این مواردی هست که از موضوعات داغ و حق مردم افغانستان است که در پیوان به این قضیه حداقل ما یک وزیر دو وزیر استیضاح می کردیم.
در همین حال اعضای مجلس نمایندگان کشته شدن 13 تن را از سوی تفنگداران سفیدپوش در ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردک و نیز افزایش نامنی‌ها را در شمار از بخش‌های دیگر کشور با گروه‌های وابسته به داعش در این بخش‌ها نسبت می‌دهند. ولایت میدان وردک از جمله ناامن‌ترین ولایت افغانستان صورت می‌گیره و این ناامنیش تاثیر بسیار فوق‌العاده در خود کابل داره. تمام تندروای طالبانی علاقمند به این هستند که با تغییر بیرق به داعش بپیوندند و کسای حرکت‌های هم که تا حال در افغانستان صورت گرفته هم حرکت‌های آنچنانی هست. در همین حال فرمانده پلیس ولایت میدان وردک می گوید که شیوه حمله این گروه مسلح بر غیر نظامیان به داعش شباهت دارد و به احتمال قوی این افراد جنگجویان گروه داعش بودند. این حرکتی که امشب صورت گرفت واقعا دیگه امو چهرهای کثیفشان یک بار دیگه مرخمی که در دنیا نشان داده بودند، قتلایی که در عراق صورت می گرفت ما از طریق مطبوعات می دیدیم، این مشابه با اونمو قتلا هست. این دومین بار است که در شارهای کابل کندهار مسافران از سوی تفنگداران کشته و یا هم ربوده می شوند. رئیس جمهور یمن به محل نامعلوم فرار کرده است. تازه ترین گزارش ها از نارامی های یمن می رسانند که شبه نظامیان حوثی وارد شهر عدن در جنوب این کشور شده اند و وزیر دفاع این کشور را بازداشت کردند. در این حال گفته می شود که رئیس جمهور این کشور به محل نامعلوم فرار کرده است. خبرهای اقتصادی هم لحظات بعد تقدیمتون می شود. با ادامه خبرها باز هم خوش آمدید. سکه های یک افغانگی، دو افغانگی و پنج افغانگی ارزش مبادلهشان را در بازار از دست دادن و به بیرون از کشور قاچاق می شوند. به گفته آگاهان اقتصاد، با افزایش تورم ارزش واقعی این سکه ها از ارزش اسمی آنها بیشتر شده است. به همین سبب شده است که این سکه ها به کشورهای همسایه قاچاق شوند. از سوی هم بانک مرکزی با آن که از رقم دقیق سکه های موجود در کشور شماره به دست نمی دهد، اما می گوید که تقاضا و داد و ستد این سکه ها در بازار به صفر رسیده است. هرچند به گفته بانک مرکزی افغانستان برای 50 سال دیگر در خزانه سکه دارد، اما از این سکه ها در بازار خبری نیست. مسئولان بانک مرکزی نمی گویند که برزش چند میلیارد افغانی سکه در بانک موجود است و نیز درباره مقدار سکه هایی که پیش از این وارد بازار و جریان پول شدند معلومات نمی دهند. اما اتحادیه صرافان می گوید که سکه هایی که پیش از این در بازار موجود بودند به کشورهای همسایه قاچاق می شوند، زیرا که با بلند رفتن قیمت ها ارزش حقیقی این سکه ها از ارزش اسمی آنها بیشتر شده است. ما هم چیزهای شنیدیم در این باره که پول ها خارج قاچاق می شن به خاطر ارزش فلزیش. اما سرپرست بانک مرکزی بدون دادن هیچ گونه ارقام و معلومات درباره مقدار و علت گم شدن سکه ها از بازارها تنها میگوید که به علت نبود تقاضا میزان سکه ها در بازارها به صفر رسیده است. چاپش خوب زیاد چاپ شده، ما به اندازه کافی سکه داریم، اما این حقیقت است که تقاضا برش کم است. در همین حال آگاهان اقتصاد میگویند که ارزش تبادله ای سکه ها از زمان ضرب زدنشان تا کنون به علت گرانی کاهش یافته است و اکنون از این سکه ها در صنایع استفاده می شود. اینا ارزش پولی خود منسی یک وسیله تبادله از دادن. دیگه سطح قیمت ها به حدی است که بالاتر از 5 افغانگی است. شما پیدا نمیتونید که یک قیمت را که برن یک افغانگی، دو افغانگی، 5 افغانگی در بازار داخل کنین و توسط کالای به دست بیارین. از این اینا دارای ارزش حقیقی پولی نیستند. تمامی سکه هایی که وارد دوران پولی می شوند باید ارزش حقیقیشان از ارزش اسمی یا تبادله ایشان کمتر باشد. در غیر آن سکه ها از بازار گم شده و به مقاصد صنعتی کار گرفته می شود. با این هم نرخ شماره از ارزها در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار امریکایی 57 افغانی و 85 پول، یک یورو 63 افغانی و 30 پول، یک درهم امارات 15 افغانی و 80 پول، 1000 روپیه هندی 935 افغانی، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 30 پول و 1000 روپیه پاکستانی 563 افغانی. و اکنون این هم سمیر رسا با چند خبر ورزشی.
خیلی خوش آمدین سید. تشکر. پس از میان برنامه کوتاه برمیگردیم. بازم خوش آمدید. تیم ملی فوتبال نوجوانان افغانستان در رقابت‌های فوتبال کشورهای عضو حوزه مرکز آسیا که در ژاپن برگزار شدند به یک شکست و یک برابری روبرو شد. ملی پوشان فوتبال کشور در نخستین دیدارشان 1-0 در برابر ایران تن به شکست دادند، اما دومین دیدارشان در برابر باشگاه کیوتو سانکای ژاپن با برابری 1-1 پایان یافت. این رقابت‌ها در دو گروه برگزار شدند و افغانستان در گروه دوم با ایران، ازبکستان و دو تیم از ژاپن هم گروه است. این در حالی است که تیم ملی زیر 23 سال کشور در ایران در برابر نیپال قرار گرفته است و اکنون نتیجه بازی تساوی بدون گل است. در همین حال تیم ملی فوتبال افغانستان برای برگزاری یک دور تمرینات فشرده 5 روزه رهسپار دبی شد. ملی پوشان فوتبال کشور پس از انجام این تمرین ها در دبی برای برگزاری یک دیدار دوستانه فوتبال در برابر قرقیزستان رهسپار آن کشور خواهند شد. برای برگزاری این دیدار دوستانه به نمایندگی از افغانستان 9 بازیکن از داخل کشور و 16 ملی پوش کشور که در اروپا و آمریکا زندگی می کنند شرکت خواهند داشت. حمیدالله یوسفزی، امان‌الله طوفان، فردین کویستانی، اسلام امیری، رفی بارکزی، فرزاد عطایی، مجتبی فیض، اشمت‌الله بارکزی و امرالدین شریفی ملی پوشان فوتبال کشورند که امروز از کابل رهسپار دبی شدند. فدراسیون فوتبال کشور برگزاری دیدار دوستانه فوتبال در برابر قرقیزستان را ارزیابی از بازیکنان دعوت شده به تیم ملی فوتبال افغانستان می‌داند. یک تست است که ببینیم که تیم ملی افغانستان چه نکات ضعفی را داره، اش با شناسه ی آقای سلاون و کادر فنی که در تیم ملی حضور دارن که ما بتونیم که آمادگی خود را به مسابقات رسمی بگیریم و نتیجه اصلی را ما بتونیم در مسابقات رسمی داشته باشیم. تمریناتی که در دبی برای 5 روز در کمپ تمرینی که فدراسیون فوتبال افغانستان تحت نظر مربی گرفته، ان شاء الله به اونجا میپردازیم و کارهای تکتیکی و تکنیکی تیم در اونجا ان شاء الله اجرا میکنیم. همچنان جمیل فیضی، سباون قیومی، جلال الدین شریعتیار، مصطفی حدید، آرش عاطفی، حسن امین، مصطفی زازی، عباسین علی خیل، زمیر داودزوی، مصطفی آزادزوی، کنشکا طاهر، انوش دستگیر، فیصل شایسته، اسمت الله شینوار، بلال آرزو، میلاد انتظار و سنجر احمدی فوتبال بازان ملی پوش کشورند که در اروپا و امریکا زندگی می کنند و به تیم ملی فوتبال افغانستان برگزیده شدند. فدراسیون فوتبال کشور میگوید که تیم ملی فوتبال افغانستان دیدارهای دوستانه دیگر را با تیم‌های ملی بحرین، لوکزامبورگ، ژاپن و تاجیکستان نیز برگزار خواهند کرد. میشل پلاتینی برای 4 سال دیگر به عنوان رئیس اتحادیه فوتبال اروپا برگزیده شد. پلاتینی در انتخابات رقیبی در برابر خود نداشت و برای یک دوره 4 ساله دیگر به کرسی اتحادیه فوتبال اروپا تکیه کرد. این بود خبرها تا این ساعت. از توجهتان جهان سپاس. بالا شما دعوت میکنم که با برنامه های دیدنی طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز باشد. شبتان بخیر. خدا نگهدار.